سلام به شما همراه خوبم، خیلی خوشحالم که شما خیلی از این برنامه ها استقبال میکنین، کامنت میذارین، خیلی ایده های جدید بهم میدین. مرسی، همه رو دوست دارم، همه رو گوش میکنم، سعی میکنم همه رو جواب بدم بهتون و در هر صورت خیلی خوشحالم که باهاتونم. حالا امروز میخوام واسهتون یه کیک پرتقالی درست کنم. این کیک پرتقالی خب قطعا توش پرتقال داره، ولی دیگه زیاد اینگریدینس دیگه نداره، ولی من همه رو کپشن مینویسم. باید که میدونم که شما همین که چرا توضیحات کامل رو نمینویسی، من داشتم روش کار میکردم. من بعد دیگه همه نگاه کنین، همه رو من کامل توضیح میدم. این واقعا فقط 3 تا پرتقال داره، با یه کیک ساده وانیلی میخوایم درستش کنیم. ولی چیز مهمی که هست، حالا کیکشو خب 2-3 بار توی دستورهای مختلف براتون دادم، حالا اون زیاد چیز مهمی نیست. میخوام از پوست حتی پرتقال هم واسهتون استفاده کنم. پوستاشو واسه زمستون واسه بچه چاکلتی کنیم که پوست پرتقال هم که دور نریزیم. اونا هم هر دفعه که کیک های پرتقالی مثلا 2 تا دونه پرتقاله تا تازه تازه است، بچه ها بتونن اونو مثلا یا خودمون با چای خیلی طعم پوست پرتقال خوشمزه است که به عنوان شکلات بغل چایامون داشته باشیم بخوریم. یه دونش هم که میخوام مثلا زیر این کیک پرتقال بذارم و اون یکیش هم میخوام آب بگیرم که بریزم توی کیکم. واسه همین 3 تا پرتقال هم پوست استفاده میشه هم داخلشه. به من میگن که چرا خیلی همه چیزو حرام حرج میکنی، من دیگه اینو هیچ چیزیشو دور نمیریزم، همه چیزشو داریم استفاده میکنیم. حالا سعی میکنم تخمهاشم بکارم تو باغچه ولی حالا در هر صورت اینا رو پوستای پرتقال رو میگیریم، ولی این پوستاش رو سعی کنیم که یه خورده صاف و صوف‌تر بگیریم، چون قراره که اینا رو ما شکلاتش کنیم، یعنی قراره همه چیزش رو استفاده کنیم به عبارتی. واسه همین سعی کنیم اینو که میگیریم ایناش رو یه خورده صاف و صوف‌تر نگهش داریم. اینا رو باید حالت خلالی بکنیم. این واسه زمستون خیلی ایده خوبیه. من راستش قبلا میگفتم واسه من از ایران بیارم، خب بردن سخته. اینجا تو فرودگاه حتما این پوست پرتقال جزء میوه حساب میشه مثلا ایران. حالا دیدم که خیلی راحتی میشه خود آدم هم اینو درستش کنه، فقط با 2 تا قلم چیز، و اصلا خیلی هم خوبه. بعدش هم کیکو که درست میکنی پوستش رو دور نمیریزیم. واسه همین اینا رو اول باید زیادم یادم قدیم مثلا میشستن واسه پلو و شیرین پلو و اینا رو همه رو پرزاشو در می آوردن. این پرزاشو زیاد در نیارین، این پرزاشو تا جایی که میشه اتفاقا نگه دارین، ولی اینا رو به صورت خلالای صاف صاف این مدلی درارین، خلالای صاف باشه تقریبا. مثلا سعی کنین تا جایی که میشه قیافاش شبیه همدیگه باشه، چون اگه اونشو درارین یه پوست خیلی نازک میمونه، بعد این پوست نازکه خوش میشه. موضوع ما اینه که اینا خوش نشه، یه خورده اقلا داشته باشه. حالا من اینا رو واسهتون اینجوری باریک باریک میکنم. بعد ببین اینا زیادم وقت نمیبره، خیلی کمه دیگه، چون میخوام اینو آبشو بگیرم. اینا تا داره این کیک درست میشه، اینا رو فقط 3 بار اینا رو که پرزاشو گرفتین یک کم نه خیلی و تمیزش کردین، فقط یه کوچولو 3 دفعه اینو بجوشونین. یعنی یه بار بریزین تو آب بجوشه، قلقل که کرد بود مثلا 6-7 دقیقه، دوباره آبشو خالی کنین، دوباره آب بریزین، قلقل کنه، هی بجوشه 3 دفعه که این تلخیش گرفته شه. برای همین من الان 3 دفعه رو آب جوشو گذاشتم، این 3 دفعه این داره آب میجوشه، قلقل میکنه. من این 3 دفعه فقط اینا رو همه رو الان خلال میکنم، اینا رو میزم تو این آبی که داره میجوشه و ولش میکنم. اینم که گذاشتم واسه تون به روش بنماری شکلات دوباره آب بشه که اونا رو بزنیم توش. حالا میریم سراغ درست کردن کیکمون و اینکه اینا رو چیکار کنیم. پرتقالا رو که پوست کندیم، اونا رو هم 2 بار تا حالا ریختم توی آب، آبشو عوض کردم، حالا دوباره دفعه آخر رو گذاشتم که باز بجوشه که اون تلخیش رو بگیره. حالا این پرتقالا رو که داریم و پوستشو کندیم، اینا رو تا جایی که ممکنه براتون اینا رو نازک نازک اینجوری ببرین، یعنی ورقه ای ورقه ای، خیلی نازک.
ببینید اینا رو خیلی نازک ببرین، پرتقالا رو، چون اینو میخوایم بذاریم کف این قالبمون، چون این کیک پرتقالی، ولی هر چقدر این نازکتر باشه میتونیم قشنگتر بهش شکل بدیم، ولی خب دیگه حالا له و په و اینا هم نشه که دیگه خراب شه و زشه، اون کارو نکنیم. بعد مواد کیکمون هم میگم، کیک وانیلی معمولی واسهتون گذاشتم تو کپشن میذارم که الان تخم مرغ و روغن و مثلا وانیلا و اینا رو با هم قاطی کردم، ولی من چون دارم هم کیک رو درست میکنم هم پوست پرتقالا رو میخوایم با هم چاکلتی کنیم که دوتاشو با هم بذاریم، اگه همه رو با هم دیگه میذاشتم یه خورده وقتمون کم میومد، نمیتونستم همه رو با هم دیگه بذارم، ولی الان قول که همه این وسایل و اینگریدینت رو توی کپشن میذارم واسه تون که خودتون بتونین برین و اونو چرکش کنین. این یه دونه پرتقال هم باز واسه تون در آوردم که پوستش رو یه خود رنده کنم و روی این پرتقال آخرش بدم واسه تون که یه خورده خوشگل تر باشه. این یه خورده که مثلا زشتر بزنین کنار، اینا رو که نازک میکنین واسه یه که کف قالب بچینین خیلی خوشگل میشه. اینو باید کف قالبتون، اونایی که خیلی نازکتر تونستین ببارین ببینین یه خورده خم میشه، اونو براتون بذارینش این بغلا که اینجوری رو دیوار خوشگل شه، اونایی که تونستین یه خورده ببینین اینجوری خمتر باشه، اونایی که نتونستین خیلی نازکش کنین بچینینش وسط. دیگه یه خورده باید از خودمون خلاقیت به خرج بدیم در این درست که مثلا این آخون سفته، اینو انیوی دیگه کارش نمیشه کرد، رو میذارمش این وسط، ولی اینا رو بیشتر به دیواراش بچسبونین. آردشو که علک میکنیم یه خورده که پوف کیک بیشتر میشه. آب پرتقال هم اینطور ریختم واسهتون، یه دونه از پرتقالا رو قشنگ واسهتون آب گرفتم و واسهتون باشم. این همه صدا زیاده دیگه. این موادمونو که باید 10 دقیقه با همزن بزنین، حالا با همزن دستی هم خواستین بزنین، بعد من اینو همه رو روی این پرتقالا که گذاشته بودم، این مواد باعث میشه که دیگه اون پرتقالا هم ولو بلو نشه، صاف و صوف باشه، یه چند بار تکونش بدین. بعد یه خورده هم باز دوباره از پوست لیمو ترش، پوست لیمو خود پرتقال رو یه خورده رنده کردم، ولی الان یه خورده از این پوست لیمو ترش یه خورده سفتره، یه خورده بوش بیشتر بده. این چون هم توش آب پرتقال رو رنده کرد، آب گرفتیم ریختیم، هم پوست پرتقال ریختیم، هم این خیلی واقعا بوی پرتقال واقعی میده، چون همه خب پرتقالایی که توش هم بوده پرتقالای واقعی بوده که توش ریختین، خیلی خوش طعم میشه. من اینو خیلی بدی درست کردم با این پرتقال، هم خوشگل بود هم خیلی خوش رنگ. حالا اینو ما با درجه 360 درجه از قبل فرم رو گرم کردم، اینو با درجه 360 درجه بذارم توی فر، بعد 35 دقیقه توی فر باشه، بعد تا اینکه یکم پف کنه و بیاد یکم پرتقالای بغل قشنگ بگیره که دیگه این پرتقالا از بالا دیده نشه. اینو الان میذارم تو فر. من اون پرتقالا رو پوستش رو گذاشتم روی آب، 3 دفعه رو جوشید، از توی آب درش میارم براتون، اینجا الان اون رو نشونتون میدیم. خب ما این پرتقالامونو که 3 دفعه قشنگ جوشوندیم، اینهاش
این جوشیده و اون تلخی پوست پرتقال گرفته شده. اینم که چاکلتمون رو گذاشتیم که آب بشه به روش بنماری، دقیقه آخرم فقط یه خورده کره توش می‌ریزیم که اون شکلاته یه خورده براق شه وقتی که می‌ریم. حالا تا این آب بشه اون رو درش بیارم و واسه‌تون بریزم توی آبکش. اینو می‌ریزم تو آبکش واسه‌تون. این پرتقالامون رو از اون آب در آوردیم، دو تا پپر تاور رو هم دیگه میذارم اونجا که زیادم کسی انجام ندهیم. اینمون رو درش میاریم که اون کره که بنماری شد با اون چاکلتمون اینو نگه میدارم که اگه یه موقع باز آب سرد شد بتونم بیارم. ببین اینا رو که اینجوری خوشگل و قشنگ و صافه، ما اینا رو فقط یه بار میکنیم تو شکلات. دوباره مثل دفعه قبل که واسهتون چیدم، اینا رو اینجوری صاف میذاریم اینجا. فقط اینا رو صاف میذاریم که پایینایش صاف صاف باشه. دوست داشتین زیاد شکلات بذارین، دوست نداشتین یه کمی شکلات بذارین. فقط فرقش و خوبیش اینه که این مزه واقعا پرتقال واقعیه، یعنی واقعا هم که اصلا پرتقال واقعیه. اون نصفیشو که میخورین خیلی مزه خوبی میده. مقدار این که چقدر شکلات بزنین به اون دیگه بستگی به خودتون داره، ولی شکلات داغ باشه. کیکمون آماده شد. من دستور کامل کیکتون رو واسهتون پایینش می‌نویسم. یک لیوان آب پرتقال تازه من توش ریختم، نصف لیوان روغن، 3 تخم مرغ، 1 پیمونه وانیل، 1 پیمونه بیکینگ پاودر، 3 تخم مرغ و 1 پیمانه پر شکر توش داشت. من اونو پایینش واسهتون می‌نویسم که اونا رو همه رو با هم دیگه قاطی کنین، سعی کنین که آردش رو حتما علق کنین، توش بریزین، هم بزنین که یه مقدار پف بکنه. اینا هم که این خوشگلایی هم که واسهتون درست که این پوستش، اینا همه آماده شد. یه بستش رو الان گذاشتم اونجا روی میز، این هم الان واسهتون در میارم ببینین و کیکش هم بذار درارم، چون اصلا یه بوی خوبه، کیک هم بلند شده الان. چون که کیک توش پرتقال داره، این کیک پرتقال خیلی خوشبو. اینو بزنید یه کوچولو خنک شه، وقتی که خنک شه دیگه این پرتقالا و اینا به این کاغذ هم نمیچسبه. الان هنوز ازش بخار بلند میشه، میبینی؟ چقدر خوشگله کیک پرتقال ما. انشالله که روز خوبی داشته باشین، خیلی بهتون خوش بگذره. برام پیغام بذارین، کامنت بذارین، حتما جوابتون رو میدم. خیلی هم خوشحالم که باهاتونم. فعلا چه بخاری از این مثل تحچین شده، چه بخاری از روش با میشه. مرسی، خداحافظ.